با نام یاد خداوند بزرگ سلام به شما محصلین گرامی بیننده های نهایت محترم. در قسمت 45مین بخش از مضمون طراحی لوگوی دو قرار داریم. در این درس دیجیتال سازی لوگوی قلمی با الستراتور است. قسمی که شما در جریان هستین، قبلا ما لوگوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را دیجیتال سازی کردیم، عملا رایش نشان دادم، گرچه ساختن از خیلی زمان میگیره. و بعد از او آمدیم روی دیجیتال سازی لوگوی وزارت تحصیلات عالیه افغانستان کار کردیم و در اینجا روی لوگوی پانتون کابل کار میکنیم. نشان پانتون کابل هم این بار به این شکل بود. خوب است که این نشان اولا ما بگیریم، بعد بریم در یک گزینه از این استفاده بکنیم. خب اینا نشان دولت اسلامی افغانستان کار شد. در اینجا خوب است که با آرت بوردر جداگانه نشان بدم به این شکل. نشان دولت جمهوری اسلامی افغانستان چگونه کار شد؟ به این شکل که عملا ما کار کردیم اینا را. خب اینجا هم وزارت تحصیلات عالی افغانستان کار شد. حالا پانتون کار میکنیم، نشان پانتون. پانتون هم قبلا اگر به خاطر داشته باشین که تاکید کرده بودم که نشان های پانتون کابل قبلا کار شده، در اینجا ما اینا را اینجا میاریم چه شکلی کار شده. بسیار سریع به شما نشان میدم به خاطر از اینکه ما خیلی باید درس های دیگر عملا نشان داد، وقتی کم داریم. در اینجا نشان دولت افغانستان اینجا که ضرور است باید داشته باشیم. خب یک نمونه را اینجا کار میکنیم از روی کدام؟ از روی همی نشان. اینجا اول که یک خط میکشیم، اول دایره هاش رو منظم میکنیم به این شکل. یک خط دبلتر میکشیم، دیدین شما همه متوجه شدین که یک خطی هستن که یک مقدار دبلتر هستن. یک کار شد. حالا یک کپی میگیریم، دوباره یک خط خردتر میسازیم به این شکل. باز دوباره کپی میگیم، دوباره این خط چی میسازیم؟ خردتر میسازیم. دوباره یک خط، این دوباره خط خردتر میسازیم، یعنی 4-5 خط ساخته میشه. در اینجا هم یک خط ساخته میشه به این شکل. این خطش هم اندازه شده بالا میبریم. خب تا یک قسمتی که کار کردیم، حالا میبینیم که این خطا چه شکلی آمده. این شکل ساختار کلی همین لوگوی پانتون کابل باید تذکر داد که این خطش خرد هستند، یک مقدار به این شکل نزدیک. اینجا دو خطی که آمده این خط این پوشانده، چه رقم پوشانده؟ اینجا هست که ما برای شما نشان دادم به این شکل است. خب ما بسیار ساده اینجا نشان دولت افغانستان داریم. نشان دولت افغانستان در اینجا عاجل بارگذاری میکنم. به این شکل این رنگش هم امو رنگ نشان پانتون، پانتون رنگ پانتون استفاده میکنیم. یک مقدار خرد میسازیم که ای دی قسمت کاملا جا شوه به این شکل. حالا اینی نوشته از که از ده کابل پانتون ده قسمت نوشته میشه ده کابل پانتون. قبلا دلوال از ده کلو وزارت یا وزارت تحصیلات عالیه کار کردیم. میه اینی قسمت از یک مقدار زمان گیر است و مقسم خوشه گندم میشه که
ما اجالتا اونا را از این استفاده میکنیم، مثلا این باز میکنیم، لوگو باز است در واقع. هر کدام از جداگانه وقتی نوشته کردیم اینجا در اینجا به این شکل اگر نگاه بکنیم آجیل میریم دیره در این قسمت به این شکل که آوردیم اینا را یک بار میبینیم که چقدر از اندازه از یک مقدار خورد شده به این شکل خوردش ساختم نشان دولت افغانستان در اینجا میمانم هنوز نشان دولت افغانستان کلان است به این شکل خورد شد حالا این نشان دولت افغانستان جابجا شد در کابل پنتا نوشته شد یه حرف لاتین از یه هم این یک چیزی که نوشته است کابولینسیس هم یک چیزی نوشته است که من خوانده نمیتونم دلیل که حرف اکس اکس داره و سال داره شاید سال تحسیسی نایش بشه 13-11 هستن این بود در قسمت نشان پانتون دولتی افغانستان یعنی به نام پانتون کابل میریم در قسمت بعدی که در این سلاید ما به شما نشان میدم لوگوی پانتون بامیان یعنی دانشگاه بامیان یا در بامیان پانتون چه شکلی است بامیان یونیورسیتی این را هم درست کردنش بسیار ساده هستند ما عملا یک از نشان میگیریم گرچه نشان از در اوایل که من این طراحی کردم خیلی پرجنجال بود به دلیل از چه پرجنجال بود که نوشته قابلیت خواندن نداشت بعد ما این شکل بود دی شکل نوشتن دیگه خیلی چیزاش باید خودتان از پیش کار کرد دیگه خب ما اینجا ببینیم که این نشان پانتون بامیان داریم نداریم عملا پیش خود اینجا اینجا هستن اولین باری که به من دوستا از بامیان گفتن که شما یک نشان پانتون بامیان جور کن این پانتون بود یک مهر روان کرده بود به این شکل من بسیار زیاد کار کردم اینا هم مگه شکلکای مختلفی هست که دانه دانه کار کردم باز پیش رفتم تا ای که اینا را طراحی کردم اینا را که طراحی کردم اینا در اینجا میبیاریم خب اینا این نشان پانتون بامیان است به این شکل نشان دولت افغانستان است خوشه هستن این طرفش هم خوشه کار شده حتی در بسیار از شکل ها این خوشه از جداگانه هم کار شده که ما ببینیم کدام از ساختار ها اینی
اینیمین امو ساختار آخر ما هستن که برای پنتول بامیان کار شده. دانشگاه بامیان، بامیان در بامیان پنتون، بامیان یونیورسیتی، اینی آخرین ورژنی هستم که کار کرده. نمادی از بودا داره، نمادی از یک هلال داره، هلالی که بود ما اسلامی را نشان میده. ما در این درس محسنین گرامی خوب است که خروجی را بر شما معرفی کنم، یعنی اینا را میبریم در یک صفحه. اینجا یک صفحه مربع را کار میکنیم، اما دانشگاه بامیان و پنتون بامیان ما عملاً اینجا یک بار را خروجی میگیریم، با اکسپورت میگیریم با جی پی جی. دانشگاه بامیان با جی پی جی یک بار دیگه خروجی این با انتقال میدم، با مون دانشگاه بامیان نوشته میکنم، اما این بار با پی ان جی. این بار چیکار میکنیم؟ اینی بکگراوندی که داره، اینی بکگراوندش هم ور میداریم. حالا خروجی میگیریم با دانشگاه بامیان پنجی دو میگیریم. تفاوت ها را در اینجا چطور ما میبینیم؟ عملا شما نگاه بکنید در اینجا، یعنی فایل که میبینید شما محسن گرامی، ای با فرمت جی پی جی گرفته شده، بازو داره، این چهار طرف از بازوی سفید است. ای که پی ان جی میگه بازو نداره، اینجا که بازو داره بازو نداره، من عملا ای را در شما در اینجا نشان میتونم. خب من ای عرصه از را انتخاب کردم، کپی گرفتم، عملا یک صفحه ای فور باز میکنم اینجا، ای فور نه بلکه ای تری. اینجا این رو پیست کردیم. تفاوت ها رو ببینید، من یک این صفحه خود با چی رنگ انتخاب میکنم؟ با رنگ مثلا سبز یا مثلا نارنج. اولی را که میاریم به این شکل است، سن بک اولی رو که میریم به این شکل است، میتونیم که به اینجا بمونم. دومی به این شکل است، سومی هم به این شکل است. هر سه رو اول انتخاب میکنیم اینجا، شما نگاه کنید که خروجی اگر ما بگیریم با فرمت جی پی جی خوبی داره که میتونه این شکل بگیره پس منظر، و این شکل هم میتونه که بدون پس منظر باشه، اما اگر جی پی جی بگیره قطعا با بازو میه. ما میتونیم این بکگراند از هر از زمان تغییر بکنیم به این شکل. بهترین گزینه این است که پشت منظر شه به این قسم بگیرید. شما وقتی که این قسمت رو میبینید به این شکل، اینا رو باید شما چی بکنید؟ این همینجا که وقتی این شکل میبینین این را اکسپند کنین، بخاطر اگر اکسپند نکنین این فایلی عکسی که در اینجا هسته در روی صفحه، این اگر گم شود یا تغییر نام پیدا بکنه دیگه دوباره در ایلستریتور شما باز نمیشه. اینجا نه تغییر میکنه رنگش نه دیگه، اما در اینجا که ما عملا یک صفحه اورجینال هم داریم اینجا خوشبختانه به این شکل. چرا ما همیشه تلاش می‌کنیم که باید اورجینال کار شود؟
یه دقیق قسمت میمانیم. اینجا اورجینال اگر که داشته باشیم راحت میتونیم که رنگش به دلخواه خود تغییر بدیم، به این شکل بیاریم، میتونیم رنگش به این شکل بیاریم این هر قسم، ولی در قسمت ای تغییرات رنگی آورده نمیتونیم به دلیل که عکس شده. از حوصله مندی شما در 45 قسمتی از مضمون طراحی لوگوی دو که در مورد لوگوهای قلمی را چطور به صورت دیجیتالی ساخت تشکر میکنم. امیدوارم این درس برای شما مفید واقع شده باشد. موفق و معید باشید.